افغانستان از جمله کشورهایی است که با نرخ بیکاری بالای دست و پنجه می کند. وجود فقر گسترده در کنار نبود کار کافی و همچنین عدم توانای دولت در ایجاد اشتغال باعث شده است که بسیاری از افراد بیکار باشند. ما از دولت یه پروژه جور کنه، فامریکا جور کنه، چیز کنه، کل جوان ها بیکار نصف رفت پویدری شد، نصف پیش رفت دوست شده، رفت در شد، خارج غرق دریا شد، خوراک نینگاه دیگه اعلان کرد ما 220 نفر ما را دایی کردیم در عربستان سعودی ما خو یک نفر را ندیم که اینجا ما را باشه لیست گرفته باشه خب کلگی بچه کاکا بچه ماما بچه خاله اون امور رای کرده که سیل است گوش نره کس رای نکده به بی کار بیچاره را کلش هم از خودگیر رای کرده اگر یک لیست اینجا گرفته در کامچک بری پرسان کنی اگر یا لیست گرفته یا کلگی رشوت خوری با واسطه این دولت واسطه است اگر واسطه داشتی چیزی میکنی اگر نداشتی مشکلات بیکاری خوب ما تا هر وقت چی کنیم گریان بکنیم اگه گریان بکنیم خوب مادر داشتی وطن یک وقت گریان میکنی بیادر گل در دست دادان یک چوشه که می آورد آرامت نکرد حالا چی که ما بگیم از بیکاری از اقتصاد از هر چی که بگیم تو که حالا فرام نیست به شما وضعیت خوب نیست, و خوب نیست و خوب وقتی که همین پولا میا و عیل می میشه، مایل می حکومت در نیست اینمی باید یک نظر نیست که باید جور شود خوب شود دو تا بیدرها جور بین. تا چی وقت تو باشم مردم فقیر بیچاره است پانتون کابل از 15 زبان و ادبیات دپارتمنت عربی پانتون کابل فارغ التحصیل هستم فاز فراغت هم دو سال می شود در هر اداره و هر ریاست و هر وزارت خانه که میری اونجا به ما وعده داده میشه که یعنی بس شما کاندید بکن کن مسلم ماوری ده نفر دیگه اونجا 20 زب... نفر 30 نفر دیگه کاندید میکنه ولی او پست وقت برای او کس وعده کردگی است وقت اون کسی که همو پست برش وعده داده یا یا رئیس است یا کس دیگری است او ای کسای به خاطر این امتحان میگیره به خاطر نمایش ما یعنی دو سال میشه که این می دو سه د اسناد ما یعنی دیپلم است یعنی ترانسکریب است د من میگردم اداره به اداره کس به ما نی وظیفه میته نی وظیفه چرا که ما به دلیل از وظیفه نمیده به خاطر که ما نی بچی وزیر هستیم نی بچی رئیس هستیم نه بچی وکیل پارلمان هستیم از دولت میخواین کار برام کنه یک چیزی بکنه که سعی کنه فرار نکنه از وطن مصروف کاربار بگیره دشان بسیار این میرقیم بعد وقتی ز وطن ما دیگه ما دولت میخوایم کار بر ما مساعد کنه این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تعداد بیکاران را حدود دو میلیون انوان کرده است از آنجایی که هم افراد و بیکاران در در ادارات سب نیستن یافتن آمار واقعی بیکاران در افغانستان ممکن نیست در این برنامه موین وزارت کار پاسخ می دهد. به خدا مهمانان من در بس آقای سید عبدالکریم هاشمی موین وزارت کار و امور اجتماعی آقای معروف قادری رئیس امی امکا یا اتحادی کارکنان کار یا اتحادی کارگری افغانستان بسیار خوش آمدین آقای موین بسیار خوش آمدین آقای, آقای رئیس ا شمه سره میکنین مقای مو این بعد از وزه قرنټین و اومدن کرونا یا وایرس کرونا در افغانستان وضعیت کار در افغانستان چی گونه است بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و بیننده های محترم تلویزیون ارینا ای باس باس بسیار مهم است بله تقریبا بدایته تلونی میشه کی جامعه با معزله کووید 19 روبه رو است و یک рوйدادи جهان بو هی قиسم شمо مеفهمед بзرгترиن қدرаتهои دنا да مقоبل аз пدиد شوم cوviد-19 زانو здан و تавانои мبорзаро دар مقоبиلш паیدо نкарда نتоنست ملت افغانستоن علاвه بа ки д معзلи صҳи cوviد-19 گиرمоندа بوд علاوه به بحث کار بیکاری و بازار کار و در مجموع بازار و اقتصاد کشور تحت شعا قرار گرفت و ضربات جبران ناپذیری را متحمل شد ما قبلا به اساس ایسایی که از 2017 اداره مستقل ایسایی مرکزی افغانستان بیرون داده بود 23.9 و فیصد از واجدین شرایط کار کشور بیکار بودند ا رقم بیкارӣ در شور م بود رقم بلند است ای رقаم در آستانه ا در جریان ویروس کورونا یا пدیدآمدаنи وبا کرونا با بالاتر از 6 فیصد در افغانستان توسه پیدا кرد و ای رقаم بسار سنгین بود با توجه ب ا بنادهи اقتصاد فامیلا اینقدر توانمند نبود که بتوانند یک شرایط خود حمایت کنند و سپورت کنند ولی همین مناسبات دینی و بشر که در بین مردم افغانستان شایع است یکی به دیگر رسیدن بعضی موارد تجار و نهادهای حکومتی رسیدگی کردن به مردم و در شرایط بسیار سخت مرض بیکاری زوف اقتصاد و افتیامو تونن اتص خ ه з اه ب ب ب بز а موج قو кرونا د شور س ه جا هه دوبه به بоزار кا مн و فعالتهои اقتصاد ه در بоزار و فعоلتهои ساختمоنӣ و فعالیت های ترانسپورت اینا شروع شدن مردم پس به زندگی تقریبا عادی خود رو آورده این رقم ما فکر میکنم که از 23 اشارا و فیصد امیالم در حدود 29 تا 30 فیصد آقا میرو شما در بحث بیکاری چی میکنین؟ یعنی وظیفه شما چی است؟ شما پالیسی میسازین یا نه؟ آنان میرین در بازار کاریابی هم میکنین اگر کردین چی است؟ بله بسیار سوال خوب است ما دو تا عرصه کار داریم یا دو جایگاه است که در مردم مشغول میشن یا کارهای دولتی است یا کارهای شخصی و پرایوت است برای کارهای دولتی تمام امورات مربوط اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است تمام مقرری ها را در عرصه دولت مخصوصا کارمندای ملکی را تمام تمامش اداره محترم خدمات ملکی انجام میتن امتحان گیرن و از طریق رقابت جوانا را استخدام میکنن در عرصه کار شخصی قسمی که قادری به هم در جریان از قضیه است شرکت ها مطابق نیازمندی های خودشان کارمندار خود استخدام میکنن و ما در راستا آنچه در توان ما هست به شرکت ها همکاری میکنیم از یک طرف با جوانایی که جستجو کننده کار هستند و شرکت که نیازمند کارمندای ماهر هستند یا کارگرای ماهر هستند ما برشون معرفی میکنیم بله وزارت کار و امور اجتماعی هم یک وزارت خدماتی پالیسی ساز ساز و فعال است در راستای امور کار قبلا تمام امور استخدام به می وزارت مربوط بود با با تدبیری که دیگه و آخر در سالهای آخر سنجیده شده اینا را به شعبات مختلف تقسیم کردن وزارت کار و امور اجتماعی یکی از مموریت های بسیار مهمش انکشاف مهارت های است که از تحصیل و تعلیم باز مندن. ما در 52 مرکزی که در پایتخت و در ولایات داریم در دا اینجا تمام جوان که از تحصیل باز سالانه زیر پروگرام آموزش های فنی و حرفه‌ای قرار میدیم م د دو لم درس دارم ن م جانا ام از دختره و به تبق من و بخشها مختلف و شابه عمل تجهزات وسال تلمات مسل ا مه ال دام ا برشان پیدا مینیم ویفهم شرکتهااسم کار میکنن یا مؤسساتی همراه ما کار میکن یا چون بازار آزاد است اقتضا بازار آزاد ست که هر کس از طریق رقابت بر خود کار پیدا مینو تحلیل ما سک تمام کسا ک مه تریبا تحلیلما ارزیابی که ما از بازار کار داریم تقریبا 85 فیصد کسایی که از این کورس ها فارغ میشن اینا صاحب کار میشن ما ارزیابی داریم از اینا دقیق ما سالانه بین 8 تا 15 هزار نفر بسته به بودیجه هم سال و بسته به امکانات و وضعیتی که ما داریم ما اینا را تنها در مراکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای خود وزارت زیر پروگرام آموزش قرار میدیم علاوه بر ما مؤسسات غیر دولتی داریم که در حدود 150 مؤسسه ای که اینا مصروفی کار تعلیمات فنی و حرفه‌ای هستند و بودجه و فند خود از مؤسسات بین المللی اینا همراه ما همکاری دارن اینا هم به اندازه خود سالانه بین سی تا چل هزار جوان پروسس میکنند و تعلیمات فنی و حرفه‌ای میتن و این جوانا هم وارد بازار کار میشن <تصفح> تشکر راقیمین ما برمیگردن با دید وضعیت کار و بازار کار سطح بیکاری بین ها زیاد است فکر نمیکنین شما بسنده نیستین یعنی کارهایتان موثر و مسمور نیست در بازار کار ما برمیگردم ما میخوایم از آقای قادری بشنویم آقای قادری وضعیت کار در افغانستان چگونه میبینین بعد از کرونا و چیزی که بحث کردیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت و این محترم وزارت کار و, موریش و خدمت شما و همکارای شما و بینندگان عزیز وضعیت کار در افغانستان نه تنها که با شیوی ویروس کرونا وضعیتش خراب شده است قبل هم خوب نبود ما 42 سال جنگ ویرانی زیربناها، بناها ماجرت ها و مداخلات کشورهای بیرونی در امور داخلی افغانستان افزایش نفوس غیر از کنترل در جامعه و این همه حواملش بوده که در افغانستان بیکاری به اوج خود فریاد میکرده و او حق بشری که جوانای ما دارن چه خانم و چه آقایون که قانون اساسی حق داده که کار حق هر افغان است به این حق بشری خود دست پیدا نکردن جوانای ما ما به طرف یک وقت فمیرم ولی آخری رئیس فکر نمیکنین که یک پلانای های میشه که از مواردی که در دا داخل افغانستان است از اونها استفاده شوه و زمینی کار مساعد شوه شما این فهم رئیس جمهور یک آدم اقتصادان است اقتصاد هم میفهمه و خب در وزارت کار هم تعداد بزرگای هستن که با به خاطر کار و کاریابی هم پلانای های ساخته باشن چرا نتیجه نداده کوتاه بگین میریم طرف وقفه اگر اقتصاددان می بودیم اقتصاد ما پویا می شد اقتصاد ما بالا می رفت از وابستگی خارجی خلاص می شدیم کار ایجاد می شد زندگی ما بهبود پیدا می کرد به طرف رفاه می رفت چرا نشدیم؟ که نشدیم نیستیم اقتصاددان نیستیم یا اراده بسیار قوی نداریم یا ای که برای افغانستان تعهد بسیار جدی نداریم تشکر یک وقفی کوتاه داریم و از وقفه برمی گردیم دوباره خوش آمدین آقای موین چر نه توانسیم یوک پلان مدون به خاطر کاریابی بسازیم فکر میکنین پالیسی و پلان مشکل داره یا نه بازار تاوره است کی بازار اموتور باشه ما زمان زیاده بیک به وضعیت بیکاری تا قبل از قرنت چلونچه حاقق قادری گفتن وضعیت کار افغانستان خوب نبود ببینین شما در افغانستان کی دې روز مو داشتیم دو وضعیت قرار نه دار нуфусимо 322 мллн тахмин зада меша ва мооли 170 пуҳантуни давлатиу шахصӣ дорем ки солона байни 4 то 7д азор нафар аз унҳо фориғ меша солона тақриба 200 зр нафар аз лисаҳо фориғ мешанд ҳар сол тақриба 400 0р нафар вориди бозори кор меша ҳар сол ва и к адади би бисёр бзрг аст نو مازله بیکاری به پالیسی او به استراتیجیای کی شما میگین به اینا ارتباطش یا تعلقش به او اندازه نیس کی ما شما وګوم پالیسی خوب وسازیم پالیسی رو باطبیق ولی ولی پول یامد په افغانستان یک پول یامد کی زمینه ساز شوه کار بل. شوه او وخت ما مسولیت زو وخت ما نبودیم د ایجا و جناب ډاکټر بشرفانیوم رئیس جمهور نبودن پولی هم گفته دمو زمان از امون مسئولین امون وقت باید پرسیده شود اما ده که جناب رئیس جمهور اقتصاددان است من هیچ تردید ندارم ده که تلسوز از به این کشور هم تردید ندارم شاید در, در پالیسی های ما کم باشه، باش اما اصل موضوع دست است که کار قسمی که من قبلا براتون گفتم دو تا مرجع داره کار دولتی و کار غیر دولتی در اکثریت کشورها و افغانستان کار غیر دولتی یا کار شخصی بزرگترین ریت و اندازه را تشکیل میده کار دولتی کار محدود است در بسیاری کشورها بین پنج تا پانزه فیصد قوتهای های کار وارد دستگاه های دولتی شما بر دو تا لایه نمی سازین؟ چرا؟ هم کار دولتی تان هم بر کار غیر دولتی تان پس اردو با مشکل است شما گفتین که با مشکل رو برو است ببینین در سه کار دولتی ما مشکل نداریم 400 هزار دانه کرسی وجود داره که از طریق اصلاحات اداری استخدام میشن میان خلاص دهی ارسا ما هیچ مشکل نداریم آ دهی ارسا کدام مشکل باشه کسی که امتیان و معضلات استخدام او بحث خودشون است در ارسی کار شخصی که بزرگترین اندازه استخدام و کاریابی دهی ارسا انجام پیدا میکنه قسمی که قادری صاحب گفت در دوران کرونا به خاطر محدودیت ها به خاطر سرحدات به خاطر مسائل مختلف ولې به زم سکتور خصوصی افغانستون آرام نشي اميدین روز ما یو فابریکه اکسیجن جدید افتتاه میشد چې مده اوجه بیان داشتم یعنی اني سکتور خصوصی واقعا قهرمانی کړ 100 ټا کارګر د دینروز جدیدن د فابریکه جدید استخدام کړل او 8.5% د اکسیجن موردی نیوازي افغانستون اله د دا داخله تولید مشي ای خبرای خوش هم اکثرا به غوښه رسونه ها نه مفهم چروا نه میرسه د موردی کار شخصي نبود امنيت عامل عمده فرار سرمايهها و نبود سرمايهگذار داخل و خارج است تا وت چرخ سنعت ردش ننه تاوت برنامهها بزر زربنا مثل بندها م مثل مثا تلمونشنمث مواصلات م سركساز مثل ایجاد میدانها هوا استخراج معادن و سدها روژه م پتروشم م ثنا فلز و امثالهم و بناها ب

اصلی ترین و اساسی ترین عاملش نبودی سرمایه گذاری و نبودی برنامه های اساسی و زیربنایی اقتصادی است ما آقای قادری میخوایم بپرسم که فکر میکنین که از سال 2001 تا به سال 2020 به خاطر کار کار شده باشه و یا هم وضعیت بیکاری مهار شده باشه بله از هیچ کس نمیتونه این کار بکنه که از سال 2001 تا 2020 هیچ کاری صورت نگرفته ما افغانستانی بودیم که در حال جنگ همه زیر ها، همه ادارات همه سیستم از بین خب، رفته با باور آقای موین که درست نبوده باید زمین های مساعد میشد این که این مرحله وار است یک مقدار کارها در اون صورت اما او پولی که به افغانستان آمد او پول به صورت درست و مدیریت نشد و یک تعداد توسط افراد یک مقدار پولا به خارج انتقال داده شد و پولا به صورت درست و شفاف کار نشد فساد صورت گرفت ایره نمیشه انکار بکنیم او مؤثریتی که بر ما مایی گرفتن را یاد میداد جامعه جهانی آمده بود 20 سال زانو زدن در افغانستان در این 20 سالی که زانو زدن باید افغانستان یک افغانستانی که ما امروز تمام افراد و ما دارای رفاه می بودند. رفاه اجتماعی می کشورهای خارجی است همین کشورهای خارجی بله خب شما باید یک پالیسی خوب می ساختین. شما باید یک سیستم خوب میساختین ساختین عقد الاقل باید یک طرح خوب می ساختن تا از منابع خوب استفاده می تونستن باید هم کسایی که زمام امور داشتن پاسخ بگوین اما ما من من ملت افغانستان ما انکار نمیتونیم بکنیم 100 فیصد کار بشده مقداری کار شده اما یک مقدار فساد صورت گرفته کارای خوب کارای زیربنایی درست صورت قدرت نگرفته یعنی ای تو انکار کرده کار. کار کرده نه رئیس جمهور کار کرده دیگه رئیس جمهور غنی رئیس جمهور غنی هم به حد خود کار کرده رئیس جمهور کرزی هم به حد خود کار کرده استاد به حد خود کار کرده هر کسی در هر مرحله از ای از این چیز اما ما فرار جوانان وضعیت بیکاری رو چرا به این اندازه ما ما انتظاری را داشتیم که بعد از آقای کرزی آقای غنی که تشریف آوردن چون یک سلسله کارهای بنایی صورت گرفته بود باید یه آدم اقتصاددان بی بود سری ایجاد کار کار به اصطلاح پایدار شغل پایدار باید کار میکرد ما انتظار و توقع ما دو تا دکتر صاحبای که آمدن ای بود در زمان آقای کرزی ما افراد زیر خط فقر 38 درصد ارقام داریم اما امروز ارقام ها در 72 درصد بالا رفته و طبق گفته رئیس جمهور میگه 90 درصد مردم زیر خط فقر است او م... خودش گفته در بیانات خود ما باید من یک وقت در سیویس بودم در کنفرانس جهانی کار یکی از رئیس جمهور یکی از کشورها آمده بود دو درصد فقر افزایش پیدا کرده بود از زمانی که آمده بود باورتان شوه از کنفرانس جهانی کار اخراجش کردن بیرونش کردن همین همی مردم اما ما امروز وضعیت فقر ما شما ببینین یکی ما و شما هستیم که زیر برق میشینیم و در این اتاق میشینیم یکی مردم فقیری را که کتیشان در تماس هستم باورتان شوه من نفرم میشناستم که پول پرداخت صرفی برق نداره برقش قطع شده در میزمستان پول خرید زغال نداره پول خرید چوب نداره پول محروقات خود نداره پول بخاری نداره وضعیتشان نهایت خراب است نهایت خراب است ما میگیم که بین به درای مردم از حال مردم آگاهی پیدا بکنین شما که در در جای موترای ذره میگردین و در امکانات بسیار خوب هستین در وزیر اکبر شیرپور و کجا و کجا زندگی میکنین بین یک دفعه بیرون در جامعه ببینین خب آقای مهدی وزیر... میگه ما در هیچ مشکل نداریم ما ما, ما آقای موید احترام دارم به وزارت کار مشکل نداره در طرح اینا مشکل ندارن طرح ساختن اما طرح ها باید تطبیق شود ما از تطبیق شکایت داریم از تطبیق قانون کار و بازنگری کار شکایت داریم از عدم ایجاد شغل برای جوان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده شاکی هستیم از بلند رفتن گراف فقر شاکی هستیم از, 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 از نبود امنیت شغلی شاکی هستیم مسئولیت شغلی کارمند نداره تخنیک و ایمنی و بخ... چیز نداره ما با وزارت کار مشکل ندارم اما با رهبری دولت مشکل دارم اینا در دا رهبری دولت نیستن نه وزارت بالاتر کار... از من با خود عرق مشکل دارم وزارت کار میخواد که من هم, کاری بکنه،, عرق نمی ماندش. که ما هم کاری بکنه عرق نمیماندش وزارت عدلیه میخواد که من هم بکنه عرق نمیماندش حقوق ما را سلب کرده حق بشری ما را سلب کرده معاشات ما را میبره ملکیت های ما غیر قانونی غصب کرده است ما کرامت انسانی دارم ما حقوق بشری دارم من حقوق کار دارم. من یک نهاد مدافع حقوق کارگر هستم. من یک نهاد 56 سال سابقه کار دارم. من یک شریک اجتماعی دولت هستم. من انسان هستم. من افغان هستم. من این چه حقوق کار دارم؟ بیای بفرماید، حقوق کار من اساس کدام قوانین و مقررات و اصول دفتر مرا گرفته؟ سی ماه شد که یک سد افتاد فامیل نان نداره ماش نداره یک سرطان گرفت مرد دیگه سرطان گرفت مرد دیگه شه گرفت مرد پول تدابی ندارن که پیش دکتر برن آیا من انسان هستم حق انسانی دارم در دا جامعه یعنی حق زندگی کردن دارم یانه، حقوق کار دارم یانه، حق بشری دارم یانه. چرا با ما این برخورد صورت میگیره؟ سه بار امی وزارت محترم کار امضا داده در سازمان جهانی کار که ما رفتیم مشکلات را اکثر رای اتحادیه کارگری غیر قانونی ایجاد کردن ما این که دولت گپ میزنیم برطرف میسازیم سه بار امی وزارت کار بیچاره امضا داده کی بند خود خدا یک حلقه در یا حلقه دور رئیس به جمهور گرفته در ارگ وجود داره ما واضح میگم رئیس به جمهور امیده باش نوان. چرا امی برخورده که با ما صورت گرفته ما یک نهاد مدافع حقوق کار هستم یک قوی فشار هستم ما یک نهاد دموکراتیک هستم مالی میدم به تو دولت ما ایجا حق و حقوق دارم من افغانستان هستم امی برخورد دیده که زمین های ما غیر قانونی غصب شده ملکیت های ما به کرایه داده شده یک ملکیت دو هزار دلار است ما کرا می گرفتن. من ندادم اوجا مرکز آموزشیش ساختم حالا به 150 دلار به کرایه داده شده فساد نیست یک حلقه مافیایی رفته اینمی این زمینه و بستر مساعد ساخته که بیا ملکیت های زیر که دولت های سابق داده بر ما ترکی داده امین داده ببرک داده نجیب داده الله داده استاد ربانی داده کرزه داده آقای غنی داده بیا خواهی میره به اثبات برسنن یک محکمه عادلانه امیر فیصله بکنن ببینیم ما در اینجا آره صاحب ما در اینجا حقوق داریم ما که نهاد مدافع هستیم یک قوی فشار هستم به این اندازه خودم زیر فشار هستم کارگر مظلوم بیچاره رسانه شکی بلند کنه او به کجا برای شکایت کنه ما, ما،, ما بعد از وقفه با موین صاحب در میان مگذارم بینیده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم بعد از وقفه برمیگردیم دوباره خوش آمدین آقای موین خب چرا قانون کار مسائلی که آقای قادری شکایت کردن تطبیق نمیشه در مشکلات آقای قادری در کدام قسمت شما اقدام کردین ببینین آقای قادری اینا یک اتحاد استن به نام اتحادی کارگران و کارکنا که از دیر زمان بیشتر از نیم قرن سابقه نورد و در سازمان آیلو همین نهاد کارگری افغانستان برسمت رسمت شده و در اساس استراتژی کار شایسته کار شایسته جهانی که به نام ترای پارتایت یا مشارکت سه جانبه یک مجموعی وجود داره که دولت اتحادی کارگری و اتحادی های کارفرما اینا از این نظر یک بخش ما را تشکیل میده ما معذرت میخواییم از ريسب م مشكلات از نا برمرد قسمش ب مشلات درونسازمان خش و ق ل ب ده لو جدد ازن مربوط ش زو تعمر جور ا ش و دل رهبر دولت, دولت ش بل جدد داو فله دل د ن بخط بزخ و بازرس دا مسال از نظ ل د تبا بشتر از د سال د وضيت جران خوبد ا زود فيصله مد ا بي بدن ز تعامل سهجانب دارم همیشه زير فشار سازمان جهانی كار و نونسونها ه ما الهاق کردم قرار دارم اما موضوع ازنها به نظر م موضوع شخصي نست مثا رئس جمهور د دم منفعت ا زرر داشت باش ا ار خا نخسته بنه رئس جمهور در راس ل قوا قرار درور قانون اساس د و قانون ملی کار داره خب این انا باورشانی است که ما وقتی که صدای کارگر کارکنه و کارگرا را وقتی که هم صدای اونها هستیم صدای اونها را میکشیم صدای ما را خفه میکنن نمیگذارن پس ما را که نمیگذارن یک کارمند یا یک, 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 یک کارکن چی دولتی باشه چی خصوصی باشه چطور صدایش به شما برسه و ای این شما هستین که باید صدا را بشنوین صدای اونها را تا نشده و نیاز است مثلا نه گفتن که طالب پلان کار تطبیق نشته قانون کار توله تطبیق نشته د هم در خصوصي مشكلات وجود داره و در هم در کارمندوي دولتي هم مشكلات وجود داره اينو خود بر بيان آز... بر بيان خود بر بيان دیدگاهوي خود آزاد است و يا آزادي بيان قانونمره مو داده يا اه... قسمتي نظرات شون درست است کله نیست ک قانون ک نوشته بشه 100% تطبیق میشه, میشه. قانون من, من خوشنط در مقابل زنان نوشته شده ولی کلش تطبیق نمیشه هر روز ما شاهد هزاران و جنایت در مقابل زن هستیم قانون تامین امنیت یا مقررات یا وصول تامین امنیت در کابل و افغانستان تهیه است و در دست اجراست و نهادهای اجرایی ما داریم در این زمینه ولی امنیت تامین نمیشه این خود قانونی تر که قانون وقتی که نوشته میشه یک متن تحریری و یک سواد شده است نوشته شده است این میره به طرف تطبیق جمعبش قنن ب تب ادال س رسد بа иدоله م رقаم ب عجب غرب تمоم جمع ب ا قنون جام غرب и متمدنترиن جام امз تشل م تبق а ناز بа ولи نا ب نهادهи انت چی ضرورتی به ولی و محکم است ما ببینیم که قانون تطبیق نمیشه از او خاطر دستگاه های اجرایی بر تطبیق قانون همیشه عمل میکنن چی نیاز به پارلمان است قانون که جور کردن دیگه برون دیگه نیازی به قانون دیگه نیست همه چیز درست است میبینیم که پارلمان قانون را تجدید میکنه پلیس وجود داره قوای امنیتی وجود داره دستگاه عدلی وجود داره مشکل اتحادیه کارگرا یک مشکل اولا مشکلی درونی خودشان است دومن مشکلی عدلی و قضایی است در دستگاه های عدلی و قضایی زیر بررسی است او ان قریب راي حل بسیار خوب پیدا کرده ما ایره هميشه ما همکارشان بودیم جای برشان دادیم چون جایشان گرفته شد ما جای دادیم که د دا پالې مو بشن پارتنر موست هميشه د سفرا اتا غیر قانونی بوده رفتن از انه ما چون نمیتونیسیم دو سفر بريم اوجبو جوابګم میبود شمو د حد خود کار کردید در حد خود ما کارای خودا کردیم ان شاء الله مثلا بسیار زیات قریب شده دولت اجازه داده که شمو برین کانګریټا نادایر وکونین رهبری جدید تون بیاي با مجردی که رهبری جدید هر کدام از دوستا که تعیین شوند یعنی موضوع سر جنگ سر رهبر نیست هر کدامشان که تعیین شوند شون دولت حتما جای داده را پس سر داد میکنه مشکل تشکر تشکر حل آقای موین من یک بس دیگر هم مندازم تعداد از کارگرا را شما سالانه روان میکردین به کشورها از طریق شما میرفتن اونها آزاد میرفتن و یک تفاهم در عربستان و سعودی و همچنان امارات متحده عربی بود این چگونه پروسه است میایا سبته نام میکنن یا نه نه اونا روان میکنن که ته تا کارګر را بر روان وکنه شوم روان میکنین مامورنی مشکلات د بین امارات متحده از قطر راست کشورای دیګه راست شما بهي مشکل رو به رو هستین امساله چی ګونه است بسیار خوب بسیار سوال خوبه است ما د سرفصل ازي جواب ازي سوال تو میګم کی د ملت صدا مورا مشنه و راکنی دولت و رهبری دولت ما فترته نامرقمو ادم استو ادم سریستم میګم بیاین یو بریا درو ګوزاریم چې ديګه بر مليت خوځ او بر رهبرای خوځ دروغ نګویم راست وګویم راست قضیه ایست چې تا وبال هیڅ کارګری از افغانستان رسممن به یک کشور ایزام نشود رسممن اې کله نه میګفته ایزام شواد اېنو غپوونه بوده اېنو غپوای چیز بوده شاید هم دروغ گفتن او غپ مناسب نه باشه خوشبینانه بوده حد حد سوګمان بوده خوشبینانه بوده مو بیايم د خولي ان رياليټي یا دقیق سره اصل نقطه واقعي بیايم وایيست کې بله د وزارت کارومر اجتماعي یګيداراست به نوم رياستي نظامي کارګر د زیر مجموعه رياستي اومي قواي بشري وزارت د زیر مجموعه موينيت امور کار رسممن وظيفه شون اميست کې کارګره به خارج اعزام وکنن مو د سالوي اخیر د 4 5 سالي اخیر تمام فعالیت ما تنظیمی برای اولین دفعه که افغانستان کارگر ایزام میکنه ما تانستیم در مجامع بین المللی کارگر یعنی اجلاس های مشترک کارگر پذیرها و کارگر فرستنده ها شرکت بکنیم بنامه کولمبو پروسس و بوداپست پروسس و ابو دبی دیالوگ و اینا ما عضویت از نارال داریم تمام مقدمات برای ایزام کارگر اصول قوانین مقرره ها که به ده مقرره مختلف است نها تنظیم شده و ستندаد شده توسط همی سازمانهاи بینаالملаل که همراهи مо هماری کردن متونи مارا مطالعه کردن و از تجارب بشری اورا غنی ساختن و ستندа ساختن ما کاا هاقد مم ما د سаر хط اعضام هستیم دو تا عله کوچک باقی مانده د واع سهتا ع ک امی بای لیترال اگریمنت ها یا تفاهم نام های دو جانبه به صورت پلان عملی با شرح و جزیات امضا نشده کلیات شرق امضا شده که مثلا کشور عربستان در یک ملاقات حضوری با های دولت گفتند که ما شما کارگر میپذیریم ما هم یک تفاهم نامه امضا کردیم که ما شما کارگر ما با شما کارگر میفرستیم و ما شما کارگر میپذیریم اولی این ضرورت است که یک تفاهم نامه شامل تعداد از صفحات با جزیات باید امضا شود تمام از این تفاهم نامه آماده است از افغانستان ببینین امی موضوع را جوانای ما و مردم ما بسیار با دقت گوش بکنن اگر ما در آینده اگر خدا خواسته بود و من من موین کار بودم شاید در فرصت مناسب همراه با پارتنر و شر، شریک اجتماعی ما که کارفرماهان باشند از تریبون از تریبون رسانه ها اعلان خود کردیم که اینی تاریخ ولی 15 کشور از ما تقاضای کارگر کرده ما با شش کشور تفاهم نمای ابتدایی خود تقریبا امضا کردیم تمام مقرره تنظیم شده به ده ها هزار نفر توسط اینی وزارت کار و امور اجتماعی توسط مراکز ما به یک حدی از مهارت های فنی و حرفه ای تربیه شدن ما بر میگردم بحث بس بسیار خوب را انداختین جناب موینسب ما میخوایم که یک وقفه بگیریم بعد وقفه دوباره به بحث بر بگردیم بیننده های از یک وقفه کوتاه داریم بعد از وقفه دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدین، بعد از قادری صاحب شروع میکنیم، مقش شما خورده شده بود کارا شده دیگه، شما زیاد دیگر خورم نباشین ازام کارگر بله کارها صورت گرفته، اما این کار ده سال قبل هم میشد به نام منوزات سیاسی که دفتر طالبا قطر ایجاد شد، کارای وزارت کار بال تعلیق آمد مناسبات سیاسی به هم خورد و اگر قطر خود دیگه کشور میشد امارات نه امارات متحد یا عربستان سعودی گفتن سه 15 کشور تفاهم نامه با شش کشور تفاهم نامه امضا شده و 15 کشور آمادگی دارن به خاطر اعزام فصل جدید است که باز شده ای باب جدید است که باز شده رفتن با سعودی دیدن در ژنوا دیدن ما حضور داشتیم جلسات در ژنوا داشتن تلاشا صورت گرفت قناعت از او هم شد و میگفتن کسایی که از جبهه تروریسم باید اینو شما تضمین بکنین تذکرش باید برقی باشه پاسپورتش باید برقی باشه وزارت داخله باید از ارتباطات زی تضمین بکنه که یه آدم مخرب نیست این چیزا در افغانستان و ضمن زی اینو تلاش کردن که مراکز فنی و فایی را بیشتر دید شما شریک بودین موین سب گفتن که تعداد از از کارکنان روان میکنن آیا درست هست؟ کجا روان میکنن روان میکنن به کشورهای خارجی زیر از زیر کار است هفتاد شرکت دیگه حقیقت داره بله این است که مقدماتش فراهم شده ان شاء الله روز مشاهده از باشیم که اعزام کارگر اولین گروپش که به میدان هوایی بره شما رسانه‌تون به ازو فیلم برداری بکنه هم روز تا برنامه میگیریم ان شاء الله چی تعداد از در آغاز روان میکنین به خارج در کشورایی که عدل قد شش کشوری که تفاهم انجام دادین ببینین با شش کشوری که تفاهم امضا شده ما قبلا هم برتون گفتم که این تفاهم نامه تفاهم نمایی نیست که شامل جزئیات مطلب باشه این کار مربوط هم مربوط ما میشه و هم از زیادتر وزارت محترم خارجه باید ایر پروسس کنه که وزارت خارجه در راستا الحمدلله زیاد فعال است چون یکی از هدایت جدی رئیس به دولت است و کار ما خاطر از هستیم که امی کار انجام بودیم ج تون با وجو ما هم مان و مشلات مر ا و وارت قا قا وظفخ ج ر س ض ا ق تاضخ که فدراتیو روسیا بود ک یک هفته پیشمو چیزش اومدم حسن نیت شان اومد ک ما آماده استیم کارګر بپذیرم با شرطی ک افغانستان برمو چیز روان کنه ریکوست امو مکتوب زیر چیز است ک مطابق پالیسي دولت باشه زیر کار است ک از طریق وزارت خارجه باز بروه خو دو مكاتب باید دقت شوه ک پالیسیو و دیدگاهای کلی و مناسبات سیاسی د کشور هم در نظر گرفته شوه ک و تخصص یا کار مسلکی وزارت محترم خارجه است ب ه ب شورها ده چиزه روان منم درخاسته ببن در قدم اول مهم نеست چه تعداد ما روان منیم مهم ست کи از یک بالا مثلا ما سد نفر دفه اول روان نیم دفه دوم دسد دو نفر روان کد بر ما سد نفر فرستاد سالها وقته رفته ول دد نفر ا هزار نفره فرستاد ساعتهо وقت باز مиره په خاطرې کې چې دې دفعه اول شمه پروسه د جریان شوه پروسه یو دفعه د جریان مالت دفعه اول کشورونه اکثرا نه علاقه دراړي چې بار اول بین 500 تو 1000 نفر همبله کشورونه علاقه دراړي چې بین 500 تو 1000 نفر را بار اول بپذیرن هم دوري امتياني ده بعد ازو یی رقم سالونه و 5000 تو 10000 تو حتی 50000 من منتظر وخت بدم په وروزه کې خدا کنه چې یو تعداد از کار کسایی که بیکار هستن مونا را ایزام بکنین کارگرا را ایزام بکنین به کشورها و ما را هم دعوت بکنین تا تصویر بگیریم از قلم شما از حقایق گفتین که در گذشته ها گفتن شده بود اما حقایق راستی شوه و مردم هم بفهمن و اعتماد بکنن یک چیزی که کوتاه بگوین قانون کار پاس شده تصویب شده مشکلات در قانون کار وجود داره فقط یک نقطهش من میگردم سر باز یک بحث دیگه هم داشتیم چون وقت برنامه هم پوره شده مسئله ای که مسئله تقاعد هم در کارمندای دولتی واضح است اما با کارمندای خصوصی مشخص نیست در روش ذکر کردین یک نوی کارمند وقتی که در یک, در یک میکنه، امو کار میکنه اما کارفرما تا یک سال یا تا دو سال ای چی است اختیار داره که او را تقاوت میته یا نمیته متاسفانه فکر میکنین که وقتی قانون وضع میشه قانون الزامی از دیگه قانون غیر الزامی نمیشه چرا چنین شده شما ایره پیشنهاد کردین دیگه نهادها کرده او کوي قدري کرده چې ما برنامه وګیرم بر رئیس جمهور فشار وباتم چې کار او قدر یې سپیش نه کول نه رئیس جمهور د دې مسله د دې مسله ما ما چون إنا شراکوي اجتماعي ممست و رئیس جمهور در راسه ارسي قوه قرار داره او آ... ما دوه يمست چې هیڅ وخت یک سرزمین او مخصوصا افغانان به رهبر او به حکومت رئیس جمهور نه باشه ما طرف ما ما واقعا د دې زمينه طرف رئیس جمهور هستم به خاطرنکی نه رئیس جمهور تونک روان کده نه رئیس جمهور وفته چې زنه رلط وکونین ودې مقابل برعکس رئیس جمهور بسیار اساس است د موارد اذیت او آزور زنه بسیار زیات اساس است چې من مفهم هرګز ای شاید خودي اشتباहात او غلطیای کسایي است چې دنبله ځی کار ميران او ودېای شخصي درن قسمی کې نو وفتن درگیرستان با اعتماد اما دشمنایشان تو سایت دایی راستا فعالیت کرده باشه ولی دولت یک کار کرده رئیس جمهور این هدایت از رئیس جمهور است یک کار شده که اتحادیه کارگری افغانستان یا امکار تمام فعالیتایشان متوقف و استاپ کرده و به حالت تعلیق در جوازشان فعالیتشان جایدادشان و حسابای بانکیشان چون اینا یک مسئله قسمی که خود قادری سی گفت یک مسئله بسیار بغرنج جایدادا و زدوبندهای درونی خود داشتن باوېلات او, او مسائل تقریبا اول فیصله شوه او غبر رسید به کی برې کنګوریتونه دایر کنین رئیس تان تعین شوه رئیس وزارت کار او امور اجتماعي حمایت میکنه مکتوب مته رئیس تمام چیزه میگیره غبر دمی ج رسیدې ای مسله خلاص شوه ما مېایم سر قانوني کار کومه کوه کوفتین قانوني کار افغانستان از بسیار مدته به اتراف قانوني کار داره 10 سال قبل امو به حساب ورژنه جدیدی قانوني کار تدوین شد و سال گذشته ما موفق شدیم به همکاری شرکای اجتماعی خود که اتحادی کارگرا و صنفای سرمایه گذار و اتاق کار و کار کل که ما قانونی جدیدی کار افغانستان ها. ما فیصله کردیم یک سالی پروسس شد در وزارت عدلیه اکادمی قانونگذاری او, او را فیصله کرد این رفت از او خلاص شد رفت در کابینه کابینه سرشان کومنت های خود دادن از اوجا آمد آل رفته در پارلمان امروز یا فردا بزودی انشالله این ورژن تصویب میشه در قانون کار افغانستان حقوق تقاود تمام اعتبای افغانستان که در دستگاه های دولتی، حکومتی یا خصوصی و حتی معصات غیر دولتی کار میکنن بر اسمیت شناخته شده ای گپ و گوش شما یک رقم دیگه رسیده این رقم نیست برعکس وزارت کار و امور اجتماعی ریاست عمومی تقنین و حقوق وزارت که با زیر مجموعی موینیت کار از زیر نظر خود ما اصول و قواید یا مقرره تقاود سکتور خصوصی و محسات غیر دولتی را تصویب کرده که یکی از اسناد قابل افتخار برای وزارت و برای مردم ماست که در گذشته چنین چیزی نبوده مثلا آله اهل رسانه ها به وزارت مراجعه میکنند که ما در خبرنگار بودم ما را از اوجه خارج کردم مسئولیت شغلیشان مورد تاخت تاز قرار میگیره ما مدافع نمی کارمند هستیم که بدون یک دلیل بدون موجب از کار اخراج میشه ما مدافعشان هستیم ریاست بهبود شرایط کار ریاست تفتیش کار برای زمین گپاس و انسپکت میکنن ما انسپکترهای کار داریم یا تفتیش کار داریم که در شرکت ها میرن در مؤسسات خصوصی میرن ولی تقاود کارمندای دولتی که خصوصی یک فرق ظریف داره او فرقش که برای وزی که سهولت برای دو طرف ایجاد شوه برای کارمندهای غیر دولتی یا بخش سکتور خصوصی و نهادهای مؤسسات غیر دولتی یک ساله معاشات آخرین معاشاتشون یک ساله به صورت جمعی به صورت کلکتیوی به حیث پول تقاعد برشون پرداخت میشه که یک مقدمه است ما مطمئن هستیم که این قانون تقاعد کارمندهای غیر دولتی و سکتور خصوصی بعدا در استانداردهای دنیا خود برابر شد و ارتقا پیدا میکنه بسیار تشکر کوتا اگر چیزی هست من یک چیزی که میخوایم تصیب کنم در اوجه چون ما انتخابی هستیم مطابق قوانین یک وکیل پارلمان هیچ مراجع حکومتی ازل کرده نمیتونه چون انتخابی است ما 150 هزار رای گرفتیم تعلیق ما یک مدت کوتاه برای دو ماه رئیس جمهور نوشته کرده بود در مصوبه شماره 28 بر دو ماه که او آمدن حیاتاش 11 ارگان روان کردن بررسی کردن بررسی از وا نشان داد نشته کردن در اولین بندش در گزارششان فعالیت هایی که امکا به اساس اساسنامه خود انجام میده نه تنها که قانونی است بلکه قابل تقدیر است یک دو جواز فعالیت مدارم در پیشونیش نشته کردن موقت جواز فعالیت مطابق قانون برای سه سال است هنوز هم ده ماه دیگه یازده ماه جواز فعالیت ما قانونی است هیچ مامور حکومت که از پول مالی من و شما ماش میگره حق نقض قانون نداره قانون سراحت داره سه سال و جواز ما برای سه سال است فعالیت های ما بر دو ماه نشته کرده به احترام رئیس جمهور گفتیم تعلیق اما بعد از او فعالیت های ما ادامه داره ما یک نهاد انتخابی هستیم ما یک قوه فشار بالای حکومت هستیم بناهن مقامات خلاف قوانین خلاف کنونسون ها ما را نمون کرده میتونه جز محکمه سلاسه که او هم اسناد مدلل داشته باشه محکمه تمیز سلاسه دیگه هیچ مرجع ما را نه تعلیق آورده میتونه نه فعالیت های ما را و نم... ما است که آل سه بار وزارت محترم کار و اجتماعی تعواد کرده به سازمان جهانی کار و ملل متحد سفیر افغانستان زیر فشار است سفیر بلژیم زیر فشار است با آقای سنگچارکی ایمیل آمده برای سب جمهور ایمیل آمده باید این مشکل با شفافیت تمام بدون مداخله بدون اعمال نفوذ که افرادی را امیال بعضی حلقات نمو مافیایی افرادی را تربیه کرده که هیچ وضعیت اتحادیه را ندارن او را میخواین که در دا داخل نشان بدن که ما مشکل داریم پیش ازی آمدن ملک... ملکیت های ما را گرفتن پیش ازی حساب بانکی ما را بسته کردن پیش ازی جواز ما را موقت نشته کردن پیش ازی آمدن امیال پول ما را میبرن ببین این حق است این حق باید داده شود حق نام خداست سی ماه دو نیم سال است که کارمند مظلوم بیچاره که 8000 ماش داره 8000 ماش از زیر وزارت مالیه میبره به مردم حساب بده این حق است، ی حق, ای حق باید حساب شده شفافیت باشه و حکومت ما حساب دیه است. ما, ما انتظار و توقع ما از رئیس جمهوری است که ایره در یک شفافیت برای حل ازی باید یک حییت با صلاحیت با حضور جامعه جهانی، سازمان جهانی کار و کنفدرشنی که ما هستم. باید ای کار مشکل حل انشاء الله شد تشکر آقای مرتضی خوش آمدین تشکر شما خوش آمدین آمد های عزیز برنامه همین قدر بود تا آدم دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم الله یار مددگارتان